بچه ها سلام، روزتون بخیر. امروز میخواییم در مورد نژاد قفقازی صحبت کنیم، نژادی که جزو سگهای گله آسیای میانه و جزو سگهای درشت جسته و ماستیف ها محسوب میشه. سگهای کاری که معمولا برای نگهداری و نگهبانی از گله ها استفاده میشه. در مورد این نژاد باید بگم که با اقلیم های مختلف سازگاری داره. بچه ها این نژاد شما میتونید توی هر شرایطی نگهداری بکنید، ولی بهتره توی مناطق سرد نگهداری بشه. به خاطر پوشش موهای بلندی که داره توی تابستون این حیوان خیلی دچار ضعف میشه. این نژاد پیشینه اصلیش برمیگرده به مناطقی بین دریای سیاه و دریای خزر. سگ های سنگین وزن با جثه درشت و پوشش موهای بلندی که ظاهر خیلی درشتی داره و از نظر ظاهری شبیه خرس ها میشن. توی منطقه قفقاز به این نژاد میگن خرسکش و به خاطر جثه درشتی که داره نیاز به فعالیت بدنی زیادی نداره. البته باید در نظر بگیرید که اینا رو نمیتونید توی فضای کوچیک نگهداری کنید و اصلا مناسب نگهداری توی فضای آپارتمان نیستن. عاشق سرما هستند و توی هوای سرد پوشش موهاشون به بلندترین حالت میرسه. دم گرد و افراشته، بدن مربع شکل و سر گرد و درشت و مربع شکل از مشخصات ظاهری این نژاده. بچه ها رنگمندی توی این نژاد تقریبا میشه گفت شامل همه رنگ ها میشه، ولی اصولا اکثر رنگ هاشون رنگ های کرم، توسی، سدری و با رگه های زرد و کرم دیده میشه. توی این نژاد باید بهتون بگم خیلی باید مراقب دست و پای این نژاد باشید. توی طولگی باید حتما از منابع غذایی که شامل کلسیم، کنرانتین و گلوکوزامین هست استفاده بکنید. این نژاد نژادیه که با سگ‌های دیگه ارتباط خوبی برقرار نمی‌کنه و اصولا ممکنه که توی مواجهه با سگ‌های دیگه خیلی خشن به نظر بیاد. بچه‌ها از این نژاد متأسفانه به خاطر جثه خیلی بزرگ و مقاومت بدنی بالا و قدرت فکش معمولا توی جنگ سگ‌ها زیاد استفاده می‌کنن. متأسفانه این سگ رو توی کشورهای آذربایجان، گرجستان، روسیه برای دعوا استفاده می‌کنن. سگی که قدرت بدنی بالایی داره و معمولا توی جنگ سگ‌ها خیلی دعوا میاره و البته ما کاملا مخالف این قضیه هستیم. کاربری این سگ بیشتر برای نگهبانی از گله و نگهبانی هست، ولی خب متأسفانه انسان‌هایی که حالا علاقه به جنگ انداختن سگ‌ها دارن از این نژاد زیاد استفاده می‌کنن و از این نژاد بسیار زیبا برای جنگ سگ‌ها زیاد استفاده میشه. همونطوری که تو تصویر می‌بینین جثه خیلی درشتی داره و ظاهر شبیه خرس هست. برای همین توی مواجهه با سگ حیوانات وحشی خیلی خوب می‌تونه دووم بیاره. خلق و خوی خیلی قوی داره، از نظر روحیه رهبری فوق‌العاده رهبر هست. معمولاً این نژاد توی برخورد با حیوانات وحشی خیلی قوی ظاهر میشه و خیلی خشنه. مشهورترین این نژاد در بین کشورها نژاد روسیه سگ قفقازیه که فوق‌العاده سایز درشتی پیدا میکنه. بچه این سگ در قفقاز به عنوان سگ قهرمان نامیده میشه. روحیه خیلی قوی و قدرتمندی داره، خیلی شجاعه و معمولا در مواجهه با حیوانات وحشی خیلی قوی و خشن ظاهر میشه. توی منطقه قفقاز به این نژاد میگن خرسکش و از نظر ظاهری جثه خیلی درشت و گردن کلفتی داره. کسایی که این نژاد رو برای نگهبانی استفاده میکنن کاملا میتونن از این سگ به عنوان نگهبان کامل استفاده بکنن و کاملا روش حساب بکنن. استفاده از مکمل‌های قزروفساز توی این نژاد بسیار زیاد توصیه میشه. به خاطر جثه درشتی که داره توی طولگی نباید این نژاد رو خیلی وزنش رو بالا ببرید. استعداد چاقی خیلی زیادی داره، بنابراین توی زمان طولگی باید خیلی مراقب باشید و حواستون باشه که خیلی سنگین نشه. به راحتی دست و پای این حیوان آسیب می‌بینه، پس باید مراقب این داستان باشید. بچه‌ها این نژاد معمولاً از 50 سانتی متر تا 80 سانتی متر هست و وزن اونها گاهی تا بالای 100 کیلوگرم هم میرسه. برخلاف جثه درشتشون رابطه خیلی خوبی با بچه‌ها برقرار می‌کنن و بسیار اهل بازی با بچه‌ها هستن. ریزش موهای این نژاد بچه زیاد نیست، ولی توی فصل بهار یا تابستون ریزش موهاشون به طور کامل هست و کل موهاشون کامل عوض میشه. زیباترین زمانی که شما میتونید این نژاد رو ببینید توی فصل پاییز و زمستون هست، به خاطر اینکه توی فصل سرما موهاشون به بلندترین حالت ممکن میرسه. از نظر نگهبانی عرض کردم یه نگهبان تمام عیاره و با توجه به جثه درشتش وقتی حمله میکنه خیلی حمله های مهیب و خطرناک و خشنی داره. باید خیلی مراقب باشید توی مواجهه با این حیوان، چون فک خیلی قوی داره و اصولا زمانی که کسی رو بگیره کامل ممکنه حتی دستش رو از جا در بیاره.
این نژاد رو برای جاهایی توصیه میکنیم که فضای خیلی باز دارین، بچه ها جایی که کفش موزاییک باشه یا بسترش خیلی سفت باشه این نژاد اصلا توصیه نمیشه. نژاد قفقازی باید کاملا باز باشه، بچرخه، بگرده، برای همین نیاز به یه فضایی شبیه باغ یا کارخونه داره. حتما باید در نظر بگیری کسایی که میخوان این نژاد رو داشته باشن، این نژاد نیاز به پیاده روی روزانه داره. درسته که ما میگیم این نیاز به فعالیت بدنی زیادی نداره، ولی برای اینکه آسیبی به دست و پاشون نرسه حتما باید بسترشون نرم باشه و از جاهایی مثل چمن یا خاک ازش نگهداری بشه. رنگ بندی رو عرض کردم در مورد این نژاد، رنگ بندی های متنوعی داره، حتی توی این نژاد رنگ سفید یک دست هم دیده میشه، ولی اصولا رنگ بندی توی این نژاد بین رنگ خاکستری، توسی، کرم، رگه های کبود و رنگ مشکی هم دیده میشه. معمولا این نژاد رو من توصیه میکنم توی مناطق سردسیری نگهداری بکنیم، به خاطر اینکه پوشش موهای بلندشون توی گرما اینا رو خیلی اذیت میکنه. پس باید مراقب این داستان باشید و در نظر بگیرید که این سگا برای مناطق گرمسیری خیلی توصیه نمیشن. بیا اینجا ببینم بانو، پودو بی خوشگل، آفرین.